تو این ویدیو میخوام بهت نشون بدم که چطور با فتوشاپ 28 تو کمتر از 30 ثانیه آسمون عرکسی رو تغییر بدی. اگه تو آموزش‌های قبلیم توی اکسیم یاد باشه این کار دستی انجام میدادیم، ولی توی فتوشاپ 2021 یه سری امکان اضافه شده که خودکار میتونی توی کمتر از 30 ثانیه خیلی سریع این کار رو انجام بدی و آسمون رو توی هر عکسی تغییر بدی. اینجا من یه عکس آوردم توی فتوشاپ که روی همین بیایم تست کنیم و این گزینه‌های جدید رو بهت نشون بدم. وقتی فتوشاپ 21 که باز کنی، حالا یه عکس هم شبیه این بیاری، این قسمت دوتا گزینه داریم. یه دونه توی بخش سلکت گزینه اسکای اضافه شده، یکی هم توی ادیت اسکای ریپلیسمنت. اگه گزینه توی سلکت رو بزنی میاد برات اینجا لایه رو انتخاب کنی، آسمون تصویر رو تشخیص میده، خودش برات سلکت میکنه. حالا هر کاری خواستی میتونی با این انجام بدی. مثلا میتونم ماسک رو فعال کنم، آسمون رو بردارم. حالا یه تصویر آسمون هم مثلا بیاریم بذاریم پایینش و اینو به جای تصویر قبلی استفاده کنیم. هر عکسی داشته باشی این گزینه خودش خودکار تشخیص میده و آسمون رو برات سلکت میکنه. اما گزینه اسکای ریپلیسمنتی که توی ادیت داشتیم یکم فرق داره. تو وقتی این گزینه رو بزنی یه پنل جدید برات باز میکنه که اینجا میتونی خیلی راحت تر و سریع تر آسمون رو تغییر بدی. تو اولین گزینه اینجا یه سری عکس دیفالت داره و از اینها میتونی برای تصویرت استفاده کنی. میبینی که خودش خودکار سلکت کرده، تشخیص داده، من فقط انتخاب میکنم و این بالا برامون تغییر میده و از هر کدوم از اینها میتونیم استفاده کنیم. حالا هر عکسی گذاشتی برای این بالا میتونی بیای اینجا یه سری تنظیمات رو فقط برای این عکس انجام بدی. مثلا برای لبه ها که اینجا سلکت کرده میتونی این انتخاب لبه رو به سمت بالا یا پایین ببری، برای وقتایی که خیلی خوب تشخیص نداده و خودت میخوای دستی تغییر بدی. من روی صفر میذارم. این گزینه هم میزان محو بودن همین لبه هاست که اینجا میتونی محو بودن این رو هم مشخص کنی که اگه بیارم بالا بهتر مشخص میشه. میبینی که الان فیدش زیاده، میتونی فیدش رو کمتر کنی. تو بخش بعدی که اینجا اسکای ادجاستمنت رو باز کنی میتونی برایتنس همین تصویر بالا رو مشخص کنی که میخوای روشن باشه یا تیره، یا تمپرچرش رو مشخص کنی که به سردی بزنه یا گرمی، که اگه فهم کنم عکسمون رو تغییر بدیم بهتر بتونیم این رو تست کنیم. میبینی که الان یکم به رنگبندی پایینمون بیشتر نزدیک شد، ولی به سرما هم میتونیم بزنیم که تصویر رو آبی تر میکنه. این هم برای میزان بزرگنمایی همین تصویر آسمونه. اینجا ناکنی نا تصاویر دیفالتی هستن که آوردیم، چون یه عکسه تو میتونی حالا کوچیک یا بزرگش کنی و هر طور خواستی اینجا استفاده کنی. حالا وقتی اندازش رو مشخص کردی، اگه این بیرون کلیک کنی میبینی که میتونی موقعیت عکس رو هم تغییر بدی. من میتونم بزرگش کنم، مثلا اگه این گوشش رو میخوام بیارم بذارم اینجا. این گزینه این قسمت زیاد مهم نیست، بعدش هم میتونی مشخص کنی که تو لایه جدید این تغییرات رو انجام بده یا از تصویرت کپی بگیره. اینجا هم چند تا گزینه داریم. اولی که موو بود، باهاش عکسمون رو جابجا می‌کردیم. با این دومی میتونی سلکشن این لبه رو مشخص کنی. اگه می‌خوای بیشتر به سلکشن اضافه بشه، وقتی همجوری کلیک کنی می‌بینی که هی داره به سلکشن اسکایمون اضافه می‌کنه. اگه آلت رو نگه داری این علامت منفی میشه و با منفی میتونی کم کنی. آلت رو نگه داری، کلیک راست رو هم نگه داری، میتونی سایزش رو تغییر بدی و خیلی دقیق تر لبه ها رو برای خودت درست کنی. اینها برای وقتیه که نرم افزار به طور خودکار خوب تشخیص نداده و آسمون رو خوب جدا نکرده. تو میتونی بیا جایی که اشتباه کردن رو خودت دستی اصلاح کنی. اینم که ابزار هند عادیه و اینم ابزار زوم، چیز خاصی نداره. اما اگه بخوایم عکس دلخواه خودمون رو بذاریم چی؟ مثلا یه عکس آسمون داری، میخوای اونو بذاری. اینو هم همینجا میتونی خیلی راحت انجام بدی. کافی روی گزینه پلاس بزنی، از روی سیستمت عکسی که داری رو انتخاب کنی، بعد میاره به همین گالری عکسمون اضافه میکنه که میبینی الان برای من اینجا آورد و من میتونم این عکسی که وارد کردم رو خیلی سریع اینجا برای آسمونمون استفاده کنم. دوباره همون تنظیمات رو میتونم روش انجام بدم و هر طور که خواستم اینجا برای این تصویرمون بذارم بمونه. وقتی هم اوکی بزنی میبینی که لایه‌هاش رو برات با تمام اون تنظیماتی که انجام دادی میسازه.
یکی دو تا عکس بیار خود تمرین کن، چیز آسونیه. دیدی که گزینه خاصی نداشت، تمام گزینه‌هاشو قبلا با دورایی که توی ایکسیم گذاشتم کار کرده بود، ولی امکان جدیدیه که وقتی بخوای آسمون رو توی عکس تغییر بدی خیلی سریعتر کارتو راه میندازه. این ویدیو رو لایک کن، اگه دوست داشتی برای بقیه هم بفرست. نظر یا سوالی هم داشتی زیر همین ویدیو توی یوتیوب کامنت کن.